دادنت. تو را چه به غلط ها ناکس رو نگاه جوش نزن داشتم چیرت خوش میشه یه هرچی مدن تو چک و چیم یرچی افقری صبر اومد جون اومد دست نگردم امروز کتککاری ساعت نداره واقعا خجالت داره نزدیک بود ما را نهل عوضه کنین تازه دو قلتانی میتونم باقیه به به حالا به دو کلمه هم مادر هر روز دشنوید افده همین تو بفهم آخه هم شیر آدم زنده وکی تحصیلات زنده برو جلو نزه دعوا بشی جوره من راست میگی ببین تو که کتک کنید مرسه برو جلو بزید یه چشم شیرین کنید چتونه دعوا رو تمومش کنید دیگه تقصیر شما بود آقا حق چیزایی نشنفته تو اگه سرکارگری واسه خواهتی هرچی هستی تو همون خراب شده ای واسه ما یکی هیچ کاره فهمیدی نفهمیدم اصلا این آقا میخواد آدمو بخوره تفلک زمون یبکیشم امروش آورده این چجور صحبت کردن با یه خانوم محترمه تا اون خانوم محترمه هر کی به این خانم توهین کرده باید ازشون معذرت بخواد ده نفرد از که طلاقا مدل اون شده اینو باش این مواظب باشین رنگی نشین بریم که هست تو قلمو ترمز ده آقا جون این مرض داریم چرا دعوا میکنی سخت نگیرین دیگه بس چه بابا بریم 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 هر کی میگه نون و پنیر سر تو بزنیم نفهمیدم نفهمیدم آقا خیلی بلبل زبونی میکنم پس خبر نداری ایشون هفت زبون بلدن حرف بزنن زبون جناب آلورم بلدن خیلی خوشم اومد حدقی ناز نطقه شکنه یه از چی بزنم تو چکو چه خوش بیار مردی بزن نمیزنی پس برمیزن باره بابا منو قول میدی گام بود بگی رو تو کم با بار رو یه کلم کن باره تو این کاری حالا منو چرا میزنی؟ اینکه بخواد چشاشو وا کنی برو کنار کچل اگه چشاشو وا کنه قیافه تو رو ببینی خیال میکنی تو اون دنیاست دربون جهنم دلش بسته آقای دلمتون بفرمایی کنار چش مثل اینکه چشماشو باز کرد اوهی از خطر گذشته آقای دکتر اخی شفا پیدا که مریضی بود بابا این آبول شفا رو بخواد جوتر بزنی آخه این رفیق ما به صداهای نرم و نازک حساسیت داره اینم آمپول تقویتش نگاه شده چشاتو درویش کنی ها من خیلی متشکرم شما واسه خاطر من خودتونو به درد سر انداختید اخبیاد داری خانم جون خوبی از خودتونه ما وظیفمون انجام بدیم ما چرا به خودت گرفتی از صمیم قلب دعا میکنم که حالت بهتر بشه خانم جون ممکنه یه دعایی هم باش ما بکنی این زبونی دیگه بسته بس بخواب بابا تو هم مریض که اینقدر حرف نمیزنی من دیگه دیرم شده به کلی امروز از درسم عقب افتادم خدا شما میخواییم بریم؟ بله میخواییم مرخص کنیم پس میخواییم بریم نه نمیشه نمیشه بازم نمیشه
ما پس آدرس میتونه لطف بفرمایید تا برای تشکر خدمت برسید. آدرس دیگه نمیشه. آخه خونه ما قابل شما رو نداره. خدا خدا شما مرادی چاوشه لطفی تقر زیاد خدا بید شما چیه؟ چی میگی؟ چی؟ وای وای ای ای همه دفتر این داره چونه بیندازه وای میمیرم جون بکنی بریم دنبالش چی؟ این جون داره بگو جونم آقای یول برینه وایش اول من باید برم برو نقی جون موتور رو خاموش کن مثل که رسیدیم اونها خدا تا شا چقدر پیاده اومد چه پای با قفتی داره وای بزنم بسید که ما رو دید به چه قد دیوار انگار کنشون اینجا بزن بیا یو رب به تو کبیر میشه آقا را برو یو رب مرم بریم جاش بزن من نگاه کنم ببینم یکی نبس من رو بینم بابا لگر خاطره رو خورد کردی که تو اوخی ادوانه چه دی معلومی؟ وای شد شد تو چیزی ببینی؟ من یه افته آده دو رنگ همه چی دارم میگم من که چی نمیبینی؟ با من نبینی من این چی نمیبینی؟ افکت او شکر وای شکر تو بودی؟ تو بودی؟ ای تخم شربتی اگه دونه رو دیر کچاش اگه مردی وای شد مگه نمیبینی بچه بچه که بدن من داره کجا داره اگه توی رم بیافتی گربه گربه فکر میکنم این دفعه خوب شده باشه خدا کنه که دیگه این دفعه ایرادی نداشته باشه خانم جان بازم باید بیایم ببریم از بس پول تاکسی دادیم خسته شدیم خانم جون آخه این چه وضعیه این دفعه هم که چیز خوبی خانم از آب در نیومد اصلا فعلا خدا بزنه اینا به چیچیشون مینازن که انقدر پوز میدن چقدرم تکبر افاده دارن عجب دنیاییه خواهر اینقدر عصبانه نشد کار کردن همین چیزا هم داره دیگه اگه وضع بخواد اینجوری پیش بره من اصلا دیگه درسمو ول میکنم که خواهرم مجبور نشه از هر کس و ناکس حرف مفش نبه نه قرار نبود از این حرفا بزن بده مادر من به وجود شماها افتخار میکنم شما دارین نشون میدین که توی اجتماع آدم میتونه با افتخار و سربلندی زندگی کنه من تصمیم گرفتم یکی دو تا از اتاقامون اجاره بدم مش یعقوب بقال گفته همین روزا یکی رو برامون پیدا میکنه و میفرسته مادر منم تصمیم گرفتم که چی کار بکنی؟ شنو بیتر گامبو دیار مبارک با دو ایشان مبارک شوخیره بذارین کنار که الان درست موقع برگشتن دختر است به ستون یک حرکت بسید نور 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 Ne
هر جنبه بسید که اوجا خراب شد از فرار از این بر وای دادم به من وفایی بریم جلوتر آقا جلوتر آقا باشه ما با استجازه برو برو خواهش میکنم براوه کنی که تو دست گل دارم میان جلو خوشم سر من که خیلی گلم مواجه باشین لهیده نکم بابا جان عجب جای خلوکی آقا آقا جون ممکنه ذره بفرمین جلوتر وایستادم دیگه مگه اینجا چشه آخه پاتون رو پای چاکره ممکنه تایی کفشون واکسی بشه بله ببخشینا مرسی اوه چرا خوشار میدی شما این سلام چه تصادفی فکر نمی کردم شما رو دوباره ببینم از قدیم گفتن کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه چی میگن؟ چه میدونم مثل اینکه داره راجع به کوکمر صحبت میکنه به شور شوره بعد از مدتی رسته به دختره داره صحبت از کوکمر میکنه آره یه بیزوقه میدونی اگه من جای اون بودم چی کامی کردم مثل چی میگردم میخوردم چه خوب واقعا عالی اما من میخوام دیگه ادامه ندم آخه چرا؟ حیف نیست ای بگذاریم خیلی خوشحالم که شما رو دو مرتبه دیدم منم همینطور بیمارستان نباد نگرد دارید بیا آقا یه مریض داریم میخواد پیاده بشه مریض اون عمته چی میگی عمه جون بجام اینم بچه یکم زودتر یه اما آقا اینا که پیاده هی قمیش نیاد پناه بر خدا یه وجب یه چقدر توضوع من پردم قربونت برم شما کجا پیاده میشین؟ ایستگاه بعدی چه خوب ما اون طرفتر کار داریم ولی خواهش میکنم تو خیابون با من را نیم تو محلمون من میشناسم خوب نیست آخه چرا؟ مگه چه عیبی داره؟ سرانه نگر داری پیادشم بینم اجازه بدین کمکتون کنم نه خواهش میکنم نه خوب نیست بینم من کوره که میخوای بغلش کنی ها خواهش میکنم با آدم هر صحبت کنم هوا پسته یارو خیلی مقویه ها اصلی یارو رست و خیال میکنه داره با آق معلمش اختلاف میکنه بل کردم یک بر هیچ به نفع خودمون و اصلی ما رو میزنی پس جنگ مغلوبه شد جورت جنگ مغلوبه شد خیلی خوشم میاد دارید چونه ببینم آقای اون به من نخورید بشه کمه من نخوری میکره کرد ما ارزشش بیشتر از اینا آره بابای من با چیه اونجا رو نگاه کن طرف خیلی گرگه میاد خورده باشون جاره بستو بیرن باشم رفیقت خیلی تو همه تو همه چه میگه تو همه تو تو همه بابا دم و عشق دل خورم بچه آخه چرا نباید من یه فامیل حسابی و مادر خواهری داشته باشم؟ وقت فامیل میخواد چرا؟ برن واسم اینا زنونه بازیه. قربون زبونت داشم. این زنونه بازی ها آدمو از مرحله پرت میکنه. میدونی داشم خودت ببر خودت هم بدوز. آره بودوز دیگه بابا.
باشه که ما اخوماری در ریدی رفته خوبی همی جون من بمیرم هر رو کفن کرد بلند شدید شروع مادرت بودی چی هم بودن بلند شد نو کرده همی جون بلند شدید این تایی کفن کردیم جون رو پشت رو جون رو برم برم تو برم دست بزنید که دوره یه غصه به سر رسیده دست بزنید که دیگر این شب به سحر رسیده فلقی امرم به سمر رسیده شبت شادی ماز جان باد ساقی مایی شادی ز چه روز کف نهاد ساقی ساقی گل چهره تو می به گردش آورد بر من شوریده به نوشان به سه ساغر شادم و سرمستم و از غم نمی حراسم باز سر از شادی و مستی نمی شناسم شادم و سرمستم و از غم نمی حراسم باز سر از شادی و مستی نمی شناسم شاورد بر من شوریده به نوشان دو تساغر شادم و سرستم و از غم نمی حراسم باز سر از شادی و مستی نمی شناسم میگم خونه عروس هیچ خبری نیست اما خونه داماد بزن به کوبه رفیقتو کنک بکنی بیمرفت و به مولا چاکرتم اگه تو نبودی حمید آقا الان اینجا نشسته بود آهنگ کرهشیم بابا کرهشیمو میخونه داشت یادمون میرم بابا پاشو یه راست برو خواستگاری آره بابا دیگه خجالت نکشی رو که راست حرفتو با مادرشو چه کارش بزن گل گفتی حمید آقا جون دستم با اون دومنه به خاطر رفاقتمونم که شده ببینیم بگل بگلا خوار مادر چیزی داره واسه مام دست پاکا حمید جون مام التماس دعا داریم آره بابا نازه قدمت پاشو به امید خدا حرکت کن آره یه رس بگه برا دیگه ما رفتیم برا برسرم هر وقت قلبه خونا گرسون حالا عشق و تکمیلش بکنیم نوازندگان به نوازندگان نیز دوباره تکمیلش بکنیم باز که حرف قدیم نریم آره زنی نوازندگان به نوازندگان یعنی چی؟ شبنم فکر میکنی کی باشه؟ حتما خواستگاره خدا از دهنه پشنوه بی خود به شکماتون صابون نزنی گمونم مستجریه که مشی عقوب بقال میفرسته حتما کچل و پیر و پاتالم خب کچل باشه مگه میخوای زنش بشی؟ کیه؟ چه خبره اومدم سلام علیکم برای دیدن اتاق اومدین بفرمایید بله من اتاق اجازه عجب جوون خجالتیه بفرمایید کنین من می‌خواستم چه جوونی بفرمایید تو اول پایین و بالای چیزی رو که میخواین اجاره کنین نگاه کنین ببینیم باب سلیقتون هست یا نه شما که گوسفند نمیخواین بخرید بفرمایید یا الله حتما از اون گز میکنم نه جونه تو آب و هوا برو بابا دلت خوشه بفرمایید آخه میدونین غرض اصلی من این بودش که ما فکر همه چی رو کرد بیا نگاه کن چیه خواهر شیر دیدی؟ ولی خب یه چیز دیگه میخوام بگم میخواین اجاره خونه رو بگی؟ آره اجاره خونه رو میخواستم بگم خب ما با هم راه میایم اول باید با دخترام جلسه کنیم شب نه ناهی شب نه بله آقا بد آدمی نیستم به نظر شما بابت اجاره چقدر ازشون بگیرم بابا واسه یه اتاق که جلسه نمیگیرم آقا باید من 120 تومن بدم 120 تومن فهمیدین 120 تومن بدین خوبه دیگه 120 تومن خب واسه خاطر شما 100 تومن ببین خانم من اهل چونه نیستم 90 تومن میدم باشه 90 تومن بدی مبارکه برید آینه قرآن بردارین بیارین ناهید آقا رو برسون دم در منم میرم یه سری به آب گوشتم بزنم نسوزه
به به، چه سعادتی، چه صابخونه ای. بی خودی به خودت وعده نده، میخواستم بگم اتاقم بهت اجاره نده. اتفاقا این کارو میکردی چقدر خوب بود. من اومده بودم فقط تو رو ببینم، نه اینکه اتاق اجاره کنم. میخوام ازت خواهش کنم فردا رو با هم بریم بیرون یه جای خلوتی گردش کنیم. اتاق تو که اجاره کردی، نفقت هم که اونم در راواز و جد دراز. بعضی وقتا خیال میکنم اصلا احساسات سرت نمیشه. با امید دیدار. عاشقی عجب درد سری یارت نره، فردا منتظرت. جنگیدن امیر ارسلان نامدار بود با قمر وزیر خائن بدچینت. امیر ارسلان نامدار مثل رد شال کمرش رو گرفت و از زمین بلندش کرد. یک وقت زمین و زمان به لرزه در اومد. امیر ارسلان مثال توپ به شربنل خنجرش رو از غلاف در آورد، خواست سر قمر وزیر بدچینت رو از بدن جدا کنه، ولی از سر جادویی قمر وزیر بدچینت و تاهم هفت طبقه زمین به صدا در اومد. آخره قمر وزیر بدچینت خائن به التماس افتاد و از چنگ امیر ارسلان فرار کرد. امیر ارسلان نامدار به دنبال او رفت، اونو پیدا کرد، اما کجا؟ سر چه داشتم اگه خدا نکرده خاطر خواهی؟ خدا نکرده بله. یه قلیون دود کمده آقا دلش خیلی پر درده. سلام بچه. سلام بچه. خب شیری؟ آقا وش؟ نه بابا. شیر عبه بره. اصلا شیر میری تو کار نیست. من یارو داشت گردن کلوفتی داشت. خب خودتونو زدیم به سیم آخر. تو هم که بالا خونه را اجاره دادیم. ده تو بالا خونه را اجاره دادیم ما را خبر نکردیم. آنی که زرت زرت نکن. بذاریم بگم چطور شد. خب بگو. رفتم اونجا خواستگاری دختره اتاق خالیشونو به نافم برد. اینجا اگه سینما تماشا میکنه که اینقدر میخندی. آره تو نمیری خیلی خندی داری. یالا بجنبین، حالا دیگه باید اسباب اساسیه ببریم آینه و خود. ولی خودمونی آده هم جایی نمیخوام که هم زیرت بره. حتما اینم یک کلک دسته گربه رفته صاف تو سلاخ خونه. آره یه قدمی دختره. مهله بیگی با بیگی بله من میگم که نم که کرد بی خود بس این جازی یه قطار شد و خبر نکدیم. ما که رفتیم صاف خونه اتاق زیخ ریشه جمیمونه و آی صاف خونه. بیام تو با خیال نکن دوست دارم، شیطون میگه ترکت کنم دست از سر تو برم. من از اون عاشق شدم که به دست هر کی بسپرم. من کنم فرارم چنگ تو همیشه، این دل وحشی من رام کسی نمیشه. میدانم راز تو را آفرین به توش من، گمان نکن که گیرم دست تو را به دستم. هر زبان که میشم منم اینم که هستم. اگر با حس میام تو با خیال نکن دوست دارم، شیطون میگه ترکت کنم دست از سر تو بردارم. من از اون عاشق نیستم که دل به دست هر کی بسپارم. من کنم فرارم چنگ تو همیشه، این دل وحشی من رام کسی نمیشه. من گمان نکن که گیرم در تو را به دستم. هر یه بس نمیشم منم اینم که هستم. اگر با خود میام
هم تو با من نکن دوست دارم. شیطون میگه ترکت کنم دست از سر تو بردارم. من از اوناش نیستم که به دست هر کی بسپارم. من کنم فرارم چند تو همیشه. این دل وحشی من رام کسی نمیشه. این دل وحشی من رام کسی نمیشه. این دل بهتر بود میدادی یه تیغه اون طرفش بکشم. فردا این کارو میکنم. راجع به کاری که بهت گفتم از اون نقشه های گردن کلوفت. اگه پولم توش باشه. این کار به درد تو میخوره. باید سر نقشه باشی تا به جایی برسه. من؟ آره تو. باید یه چند وقتی کارهای دیگه تو ول کنی و بری سر این نقشه. چون خیلی مهمه. آخه من والا میدونین من به تو اعتماد دارم. فقط تو میتونی این نقشه رو با به میل من بذاری. باشه. من به موقعش خبرت میکنم. باشه. خب بشینی. میدونی من میخوام برم کار پیدا کنم. کار؟ نه نه تو باید بری ماشین نویسی تو ادامه بدی. راست میگه دخترم. بذار بره کار بکنی. آخه تا که تو جون بکنی بدی ما بخوریم. داری مثل تبلازمیا میشی. من از فردا میرم کار پیدا کنم. بله کار. اجازه میفرمایین؟ خواهش میکنم. یه نفر با دختر خانومی که میخواد بره کار کنه دو چرمه عرض داره. بفرمایین. سلام مادر. سلام دختر. سلام. خب کی میخواست بره کار کنه؟ خانم. بسیار کار خوبی میکنن. دیگه گذشت اون زمانی که دختر تنگ دل مادرش میشست مثل هند جیگرخور نق میزد. بعدش هم حوصله‌اش سر میرفت و حواس شوهر به سرش میزد. یخ کنی نمکت. ببخشید با اجازه من میرم ببینم آب گوشتم هست. بهت برخورد؟ حالا بیا و خوبی کن. من که دارم. لازم نکرده آقا. کرده یا نکرده کار خوبی میکنی. نه هیچ شوخی میکنه. در هر صورت مخلصتون از مشتری های پرپاقورس ستون استخدامی روزنامه هاست. اینم روزنامه دیشب و اولین قدم برای کار پیدا کردن شما. بفرمایید. اینجا رو بخونی؟ خب مخلصتون مرخص میشه. با اجازه. خیلی متشکرم. او راستی من اومده بودم ازتون سوزن نخ قرض کنم. آخه یکی از دشمای لباسم افتاد. من بدین من براتون میدوزم. بازم ازتون متشکرم. شرکت تریکو کرکی به یک ماشین نویس احتیاج دارم. در میزنم. بسته بابا من چه سرفه بگذاشت چچه بیا پایین. سر کجا فرقی من میپدرم این میگری پس گلم بگم سر بیدوز. کیه؟ چچه چچه علام آیا چی تازه شد؟ فعلا که زیر اخیم بذی بیام تو تا بهت بگم. منم از تو اخیم بیام. خدا جونم کمری شدم. عرض کنم به حضورتون که این بازی بیکاریه. بیکاری یعنی چی؟ یعنی این که من میدونیم وقتی صدا سر اومد خواهید میپرد. بله جفتمونه با یه اردنگی رو به قبله انداخت درمون بیرون. خب حالا حرفتون چیه؟ والا عرض کنم که چجوری بگم. چی کار میخوایم بکنیم دیگه؟ چی بگم از کجاش بگم و چجوری بگم خدا دیگه جونت بابیا. عرض کنم به خدمتتون که من بگم آنی. خیلی خوب عرض کنم یعنی میخواستم بگم که نه اصلا ولش کن بابا ما گل هستیم. حالا فهمیدم پول میخواستیم. خدا رو قربون دهنت گل گفتیم ولی یه ریز شل گفتیم. نه دیگه شل پس همین خوناق شده بود و بیخ گل. آره والا خدا کنه همیشه از همین خوناقا بگیرم. خب حالا چقدر میخواییم؟ آخه میدونی روم نمیشن من یه شریک بشیم یه ماشین بخریم تو خط تهران آبادان کار بکنیم یه خود همچین پول کس داریم مثلا تو شیداده بریم هزار تومن. بله دندون تمتون رو بکنین من دارو ندارم 500 تومن بهتون میدم اونم من به خاطر اینکه رفیقای روز نداری من بود. خیلی متشکرم مرمتون زیاد مرسی. قربون سر کچلت برم. برو تا جون دره. اما این پول قرضی ها. ببینم تو این پول دادیش به من دیگه مگه نه؟ من منظورم اینه که این آقا باید از سر خیابون منو کول کنه و الا باهاش شریک نمیشم. آها فهمیدم. مرزی رخیه اسم ابلغ زین کانم دفر به شم برر کانم جکلک هایی ترتیب سفارش شهرستان ها. بله قربه همه هاش حاضر.
سلام. ببخشید. بخوانید بشینید. من مدارک شما رو مطالعه کردم. خواهش میکنم از پس فردا تشریف بیارید و شروع بفرمایید. متشکرم. پس با اجازتون مرخص میشم. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. چرا کنم پنهان ظالم بلا دلم تو را خواهد بیچونه چرا دل پریشونم مبتلا بود کار من از این پس با خدا که می میرم گردش باغ و صحرا بی تو صفا نداره من به تو دل سپردم چون و چرا نداره تو مهربونی اینو خودت میدونی خوشگلی جوونی تا نباشی عاشق حال من ندونی پریشونم مبتلا بودم کار من از این پس با خدا بودم بی تو از این جهان سیرم سرکم نکن که میمیرم گردش باغ و صحرا بی تو صفا نداره چون و چرا نداره تو مهربونی اینو خودت میدونی خوشگلی جوونی تا نباشی عاشق حال من ندونی اینو خودت میدونی خوشگلی جوونی تا نباشی عاشق. هوا خیلی سرد شده همین دارم میلرزم. بیا کت منو بپوش. بپوش عزیزم. نه آخه ممکنه سرما بخوری. نه عیبی نداری. ببین ناهید، میخوام به من قول بدی، قول بدی که منو برای همیشه ترک نکنی. تو چه خوبی حمید. قول میدم که تا آخرین لحظه زندگیم دوست داشته باشم. باور کن این لحظه از زندگیمو هرگز فراموش نمیکنم. من به خاطر تو، به خاطر خوشبختی تو حاضرم جونمو. یه شربت و چند تا قرص براش نوشتم. شربت روزی سه قاشق رو سوپ کنی، قرص دارم روزی دوتا بهش میدی. از رخت خواب بیرون نیا تا حالش کاملا خوب بشه. خداحافظ. خدا خدا. شبنم، من میرم نسخه رو بپیچم. من امروز خیلی باعث زحمت شما شدم. صبح تا حالا شبنم خانم اذیت کردم، حالا نوبت شما شده. اختیار داری. نمیدونم چطور این محبت های شما رو جبران کنم. ناهید خانم، تو اون چمدون یه مقدار پول هست. حالا که زحمت میکشین و نسخه رو میپیچین، از تو اون چمدون من خودم دارم. پول دواها رو میدم، بعد با شما حساب میکنم. خیلی ممنونم. امروز الحمدلله حالم بهتر شده، دیگه میتونم بلند شم. من خیلی از شما شرمندم. نمیدونم چطوری از خجالتتون در بیام. اختیار دارید. این وظیفه هر انسانیه که در موقع گرفتاری هم نوعش بهش کمک کنه. من غیر از وظیفه‌ای که باید انجام بدم کاری نکردم. شما با این حرفاتون منو بیشتر خجالت میدید.
تو هم خیانتی شدی؟ تازه مگه چه عیبی داری؟ خب بالاخره اگه آدم خوبی باشه؟ با عجب حرفایی میزنی خواهد. آخه مگه همین خوشحالم که میبینم حالا خوب شدی. متشکرم. من تو این چند روزی که مریض بودم خیلی باعث زحمت شماها شدم، مخصوصا شبنم خانم که از هیچ گونه کمکی مضایقه نکرده. نمیدونم چطوری این محبت هایشون رو جبران کنم. خواهش میکنم. شبنم؟ بله. بیا مادر، کار با اجازتون. اوه، خواهش میکنم. اومدم. چطور شد که یه دفعه خانم از ما قهر کردن؟ چرا که قهر نکنن؟ آقا فراموش کردن که الان همش از خواهرم تعریف میکردن و منو به حساب نیاوردن. پس خانم واسه این قهر کردن؟ آخه گل خوشبویی مثل تو احتیاج به تعریف داری. ها، خودت بگو. از تو باید تعریف کرد. خواهش میکنم از اینجا برو. برو دیگه. دخترم چرا مخالفت میکنی؟ دیگه الحمدلله ناهیدم سر کار رفته و تو هم قصه ای نداری. احمد آقام که جوون خوبی و ماهی هزار خورده حقوق میگیره. تو هم تا اونجایی که من میدونم خیلی دوست داری. آخه تو چرا داری لگد به وقت خودت میزنی؟ صد دفعه بهتون گفتم حالا وقت شوهر کردن من نیست. چرا بی خود اصرار میکنی؟ من نمیخوام حالا شوهر کنم. والا من نمیدونم تو چی فکر میکنی. به هر حال تصمیم تو بگیر و نتیجهشو به من بگو. شاید از احمد آقا خوشت نمیاد و کسی دیگر رو دوست داری. ببین، من خواهرتم، باید درد دلتو به من بگی. همینطوره که تو حد زدی، من کسی دیگر رو دوست دارم. به به، خوب این مرد خوشبختیه که دل خواهر قشنگ خوب منو دزدیده. هان آخه نمیتونم اسمشو بگم. چرا خواهر جون؟ من باید اونو بشناسم، شاید بتونم بهت کمک کنم. نه نمیتونم بگم. اما صبر کن، صبر کن، عکسشو دارم، الان واسه میارم ببین. به به، پس این عشق دو جانبه یه که عکسشون هم به هم داده. زندگی نسبت به من کرده. اون به خاطر تحصیل من شب و روز کار کرده، زحمت کشیده، سزاوار نیست از خودم برن جلو. اگه بهش بگم حتما فکر میکنه من میخوام عشقش رو از دستش بگیرم. تو؟ میتونم بیام تو؟ بیا، اتفاقا کار واجبی باهات دارم. آخه ما باید تا کی صبر کنیم؟ باید ترتیب عروسی اونو بدیم، چون که از ادارم به هم مأموریت دادن برای مدتی برم جنوب. خب با من کاری داشتی؟ میخواستم بگم که خواهرم میخواد عروسی کنی. به به، عروسی؟ عجیب. خب همین بود کار واجبی که با من داشتی؟ اومدی اینجا به من بدی؟ حالا که انشالله عروسی میکنن. همه چیز تموم شده جز رضایت داماد. تو باید با شبنم عروسی کنی. چی؟ چرا چرت میگی؟ لابد شوخیت گل کرده. تو باید عشق منو از دلت بیرون کنی. باید با خواهرم عروسی کنی. آخه چرا این کارو بکنم؟ برای اینکه خواهرم تو رو دوست داره. خب مگه چی ندونی؟ میدونی، خواهرم تونست عشقش رو اعتراف کنه، ولی من نتونست. اون وقت اگه منم عشق خودم رو اعتراف میکردم، خواهرم فکر میکرد دارم حسودی میکنم و میخوام رقیبش بشم. این بود که بهتر دیدم خودم رو کنار بکشم. آخه من چرا تو این آتیش باید بسوزم؟ ببین حمید، من خواهرم رو خیلی دوست دارم.
اون ساها زحمت کشیده و شب و روز کار کرده تا خرج تحصیل منو بده. امروز به من گفت اگه به آرزوش نرسه خودشو میکشه. من نمیخوام صد راه خواهرم باشم. نمیخوام همین. میفهمی؟ من خواهرمو دوست دارم. از تو خواهش میکنم به خاطر عشقی که به من در دل داری با اون عروسی کن. وگرنه خواهر بیگناه هم از دست بده که با اون عروسی کن. این چه کاری کرد من؟ این یه نوع خودکشی. این کار رو نمیکنم. نمیتونم بکنم. نمیتونم. نه. 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 ببین دایی. میخوام به من قول بدی. قول بدی که منو برای همیشه ترک نکنی. تو خوبی همه. قول میدم که تا آخرین لحظه زندگیم رو دوست داشته باشم. باور کن این لحظه از زندگیمو هرگز فراموش نمیکنم. من به خاطر تو، به خاطر خوشبختی تو، حاضرم جونم رو فدا کنم. حالا که تو میخوای من تو آتیش بسوزم و دم نزنم، قبول میکنم. متشکرم حمید. متشکرم. تو منو خوشحال کردی. خواهش میکنم منو تنها بذار. چی میتونم بگم؟ من اونو دوست دارم. من حاضرم به خاطر اون جونم رو فدا کنم. ولی من بهش خوب ممنونم خواهر. از محبتهای تو یک دنجا ممنونم. ترتیب عروسی تو رو میدم. مادر، حالا که شبنم حمید آقا رو دوست داره شما مخالفت نکنید. حمید آقا جوون بدی نیست. درآمدش هم که خوبه. ناهید جون، من که حرفی ندارم. شاید خود حمید آقا نخواد با شبنم عروسی کنه. چرا؟ اتفاقا اونم شبنم رو دوست داره. اونم مدتی که همدیگر رو دوست داره. منتها چون میترسیدن شما مخالفت کنید، این بود که جرأت نکردن این موضوع رو با شما در میان بذارم. واه واه واه، عجب دور زمونه ای شده. دخترها بدون اینکه به بزرگتراشون بگه عاشق میشن، بعدم خجالت میکشن عشقشون اعتراف کنن. خیلی خوبه، حالا که اینطوره منم حرفی ندارم. متشکرم مادر. دیگه بهتره بریم ترتیب عروسی رو بدیم. اولیا مخدره شبنم خانم، شما را به عقد آقای همین خان در آورم. راضی هستید؟ بفرمایید ببینم. حاضر هستید شما را به عقد آقای حمید در آورم؟ بله. اگه امضا نداری انگوش بزن قربونت برم. مبارک است ایشان. مبارک. قربونت برم علی جون. لوکانه بگو. بدم دیریجان. مبارک شما خدا. بدم دیریجان. تبریک میگم. هست داری مثل اینکه از دعوا موا خبری نیست. فکر نمی کنم. فکر نمی کنی. خب باشی. یه وسط میدون، یه وسط میدون برم. نخیر، رو نوشته شم تو نبیری خودش.
میام. همیشه بهانه‌اش اینه که خونه کسی نیست و نمیام.
چند دفعه بهت گفتم که من تو این خونه غذا نمیخورم. آخه چرا غذا نمیخوری؟ شاید از دستپخت من خوشت نمیاد. نه خیر، خیلی هم خوشمزه است، اما من دوست ندارم. وقتی با تو عروسی کردم حس میکردم خوشبختیم کامل شده و دیگه غمی ندارم، اما حالا میفهمم که اشتباه کردم. تو اصلا توجهی به من نداری. آخه چرا؟ مگه من زن دلخواه تو نیست؟ بسته دیگه، دارم خفه میشم. بلم کن بابا، بذار راحت باشم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، ناراحتی. اگه از رفتار کارای من بدت میاد به هم بگو تا مطابق میلی تو رفتار کنم. نه، کارای تو ایرادی نداره. من اصلا حوصله ندارم، حوصله ندارم، میفهمی؟ صد دفعه گفتم مزاحم نشو. فکر میکردم دیگه هیچ قصه‌ای تو زندگیم ندارم و آدم خوشبختی شدم، اما افسوس که تمام فکرهای من پوچ و بیهوده بود. خواهر قشنگم از روزی که پامو از تهران بیرون گذاشتم حتی یک لبخند از حمید ندیدم. هر وقتم ازش میخوام که علتشو به هم بگه سرم داد میزنه و از خونه میره بیرون. برام بنویس چیکار کنم؟ از حال خودت و مادر برام بنویس. خواهرت و شبنم دیگه اینجام که نیست. ببخشید خانم، آقای رئیس با شما کار. الان میرم پیششون. با من کاری داشتی؟ بله، بفرمایید بشینید. میخوام یه کمی با شما حرف بزنم. میخوام رازی رو که مدت‌ها تو دلم نگه داشتم برات. چه رازی؟ میخوام به شما پیشنهاد ازدواج بکنم. آقای رئیس، باید بهتون بگم که متاسفم. من نمیتونم پیشنهاد شما رو قبول کنم. چرا؟ آخه چرا پیشنهادم رد میکنم؟ برای اینکه من کسی دیگه رو دوست دارم. شوهر خواهرم، روزی که ما تصمیم گرفتیم به خاطر خوشبختی خواهرم عشق خودمون رو فدا کنیم، قرار بر این بود کاری نکنیم که اون آزرده خاطر بشه. ولی گویا تو این موضوع رو فراموش کردی و نسبت به اون توجهی نداری. اگه اینطوره متاسفانه باید بگم که نتونستی فداکاری کنی و به قول خودت پشت پا زدی. روی این عرض من بار دیگه ازت خواهش میکنم به خاطر عشقی که زمانی میان ما وجود داشته نسبت به رفتارت درباره خواهرم تجدید نظر کنی و کاری کنی تا اون خوشبختی رو حس کنی، چون اون به محبت تو نیازمند. شبنم، 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 شبنم. بله. یه بالا کارت دارم. چیزی میخواستی؟ دلت میخواد بریم گردش؟ آره، حتما. خب پس برو لباس عوض کن تا بریم. الان میرم. زود باش، من برم ببینم چیه در میزنه. ای شب خونه، کسی خونه ای رو بود؟ کی بود؟ سلام، سلام،
بشه ماجد خونم. پارسال دوست امسال آشنام. کی اومدی؟ والله که دو ساعته که رسیدی. پس نقی کجا؟ نقی تو گاراژ منتظر منه. این اتول لعنتیمونم لقب بده. لونه ازوزش دود میده. پس یه ابو قراصه حسابی داری؟ آره با جای شدیش باقی که ما رو تو راه نمیذاره. بیا تو جونم دم در خوب. نه نه ما باید برم نقی منتظره. او رسی نقشه های ساختمونی که گفته بودی از شرکت بگیرم خیلی متشکرم. چقدر بهش احتیاج درسته. خودشه. خیلی ممنون. خب دیگه تا دفعه دیگه که برمیگردیم خداحافظ. نقی هم الان تو گاراژ منتظر منه. بلش نرایی نرم. این که بد شد. پس برگشتیم به من سری بزن. باشه به نقی بگو بی معرفت ما رو فراموش کردی. از این رفیق نیمه رای بی شعورم دل خونی دارم. بعدم واسه میگم. خب خدا حافظ. او بسیم ماش ماش ماش. قربونت. قربونت. بدر. خدا نگهدار. خب ناهید خانم. هنوزم نمیخواین با من عروسی کنید؟ آقای رئیس چند دفعه که به شما گفتم. من کسی دیگه رو دوست دارم. اگه باعث ناراحتی شما هستم از کارم استعفا میدم. نه شما چنین کاری نمیکنید. شما هیچ باعث ناراحتی من نیستی، بلکه برعکس من شما رو ناراحت کردم. حالا بفرمایید سر کارتون. وفا پر شد از صفا سینه ما چو برگ گل بعد از این تو را روی دامنم می فشانم ز شوق دل بر تو عشق خود همچو شب نمی می فشانم شرابی از عشق آتشین بر تو نازنین می چشانم بیا که با یاری خدا شد ز غم رها سینه ما بیا که از آتش وفا پر شد از صفا سینه ما پرنده نازنین بیا از شادی نفس نکن سخن بگو آتش مرا ریش از این شده من کن بیا که چون روی دل که شد در همه جهان کس ندیده خدا تو را بهر شادی قلب عاشقان آفریده بیا که با یاری خدا شد غم رها سینه ما بیا که از آتش وفا پر شد از صفا سینه ما بیا که با یاری خدا شد غم رها سینه ما بیا که از آتش وفا پر شد از صفا سینه ما اگر نمیتوانم کار کنم لذا بدین وسیله استعفای خود را تقدیم میکنم ناهید سلام خانم آقای رئیس بفرمایید شما کی هستی؟ من رئیس جدیدم آقای شراح دادم و من به جایشون کار میکنم شما نایت خانم هستی؟ بله این نامه مال شماست بگیری قبلی برای شما دادم ممنونم فکر کردم مزاحم کار شما هستم لذا حسی ناراحتی شما نباشم
بدین وسیله با عرض معذرت از شما خداحافظی میکنم. فرخ شرافت. آخه من باباتم، نباید بفهمم که چته؟ چرا کارتو بل کردی؟ نکنه عاشقی؟ ها؟ تو این روزگار یه پسر جوون، اونم پسری مثل تو نباید ازای دختر رو بگیره. آخه اون کسی دیگه ای رو دوست داره. چی؟ چی گفتی؟ اون دختر یه جوون دیگه ای رو دوست داره؟ غلط کرده؟ هر کی رو من میگم باید دوست داشته باشه. خب حالا کجاست؟ والا تو شرکت ما کار میکنه. چه اینطور؟ میدونی؟ من تمام امیدم به توست. تو چشم و چراغ منی. تو نباید قصه دار بشی. نباید قصه بخوری. این مشکل تو رو خودم حل میکنم. من که گفتم پدر، اون یکی دیگر رو دوست داره. من اصلا تصمیم گرفتم برم اروپا. اگه علی ساربونه میدونه شتو رو کجا بخوابونه. آقا سلام، تلگراف داریم. متشکرم. سایتون کم نشه. آبادان، خیابان امیری، کوچه یوسفی، پلاک 14. بانو شبنم، مادر مریض، فوراً حرکت. نار از اینکه یه دفعه دیگه شما ها رو دارم میبینم خوشحالم. متاسفم که عجب دیگه مهلتم ندار پیشتون باشم. اما خواهرت دیگه میتونه از بابت تو خیال منو راحت. متاسفانه ایشون از اینجا رفتن. کجا رفته؟ والا نمیدونم کجا رفتن. آخه نمیدونم کجا رفته حرف نشود. آخه یه نمره تلفنی، آدرسی، چیزی به شما نداده؟ آه بله. بفرمایید. خب، این شد یه چیزی. اگه ازش خبری شد، خواهش میکنم فوراً به منزل من تلفن کنید. شماره تلفن منو یادداشت بفرمایید. خواهش میکنم. 3028 30. خیلی متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. مرمت. سلام. فرمایشی داشتی؟ بله خانم، ناهید خانم رو میخواستم. مادرش که مرد از اینجا رفت. مادرش مرد؟ بله. هیچ آدرسی ازش نداری؟ نه خیر. محل کارش هم نمیدونی؟ نه خیر. اصلا نمیدونین کجا هست؟ نه خیر. خیلی عجیبه. خیلی خوب، معذرت میخوام. توجه کنید، هواپیمای پرواز شماره 440 که از طریق توکیو عازم بیروت، آتن، روم، فرانکفورت می باشد، همکنون تهران را ترک کرد. جمانم تو اتاقه.
بیا بخور. من نمیخورم. خاله جون باید بس دیگه مردم. خاله جون. همتون حرف اون رو بزنید. هیچ کدومتون به من توجه ندارید. نه تو نه اون بابا. خب، حالا بیا چایی تو بخور مامان. بازم نوبت اومده نفتریش بله گرفت کم سیدی که بردم که همونم تموم شد این که زن نگه یکی من قریب باره تو اونم باره بابا اصلا مثل اینکه ناهی سر شما من خواهر زنی هیچ توجهی به من نداره هیچ فکر من نیستی همش ناهی از روزی که خواهرم که این خونه اومده خوشی زندگی رو اقلم سرد کرده من دیگه خسته شدم خسته دیگه این نمت محل اینطوری داری خوبیه خواهر تو جبران میکنی؟ کی تو خوبیه که به تو کرد؟ نفهمه چیزی نفهم چه خوبی چه کار کرده واسه من این خوبیه رو نمیخوام تو ببند خواهش میکنم تو رو خدا اونه نزد به تو چه مربوطه که دستور میدی؟ او شوهر منی اگه دلش بخواد منو میزنه دوباره گم شو نمیخوام ببینم از همینجا برو از خونه ای من باره بیرون از آبخوره گرفتم برو ازش معذرت بخوا اون خواهرته پاشو کم آبخوره بگیر بلند شو برو ازش معذرت بخوا بلند شدی که آخ بلند شو گیره نکو بابا ناهید ناهید نیستش گمانم رفته پای صورتشو بشوره چیه؟ اینو کی نوشته؟ ناهی رفتم تو اتاقش رو میزش بود من خاله رو میخوام زن من خاله رو میخوام هیچ میدونی شه کسی رو از خالت رنجوندی؟ نه حتما نه چون اگه میدونستی هرگز این کارو نمیکردی تو یک فرشته یک انسان واقعی یک خواهر فراکاتوندی حالا که نمیدونی پس بذار بهت بگم اینه ها این نامشه بگیر بخون بخون تا بفهمی من و اون هم دیگر رو دوست داشتیم قرار گذاشته بودیم که با هم ازدواج کنیم اما وقتی فهمید که تو هم منو دوست داری با حالی پریشون از من خواست که با تو ازدواج کنم اگر روزهای اول ازدواجمون دیدی که به تو توجهی ندارم به خاطر این بود که اونو دوست داشتم اما اگه بعد دیدی که رویم نسبت به تو عوض شده علتش همین نامه بود بگیر بخون بخون شوهر خواهرم روزی که ما تصمیم گرفتیم به خاطر خوشبختی خواهرم عشق خودمونو فدا کنیم قرار بر این بود کاری نکنیم که اون آزرده خاطر بشه ولی گویا تو این موضوع رو فراموش کردی و نسبت به اون توجهی نداری اگه اینطوره متاسفانه باید بگم که نتونستی فداکاری کنی و با قول خودت پشت پا زده روی این اصل تو رو خدا برو پیداش کن تا روی پاش بیفتم و ازش معذرت بخوام تو رو خدا برو پیداش کن از کجا برم پیداش کنم دیروز تا حالا گذاشته رفته پس خودم میرم نرو برگرد مامان برگرد
گری نکن گری نکن بریم بذارم از من همسایه تا برم ببینم کجا گری نکن جون آروم میشه سلام علیکم اشرف خانم ممکنه حمیده رو پیش خودتون نگه دارین تا من بیام بفرمایید خیلی متشکرم ممنون باور بفرمایید نایت خانم ما احتیاجی به کارمند جدید نداریم آخه جا نداریم ما احتیاج نداریم چند مرتبه باید به شما بگم که ما نمیتونیم شما رو دوباره استخدام کنیم باور کنید ما جا نداریم احتیاج به کارمند اضافی نداریم ما اصلا کار نداریم جا نداریم محل کار شما پر شده هیچ احتیاجی به شما نداریم باور بفرمایید ما احتیاجی به کارمند جدید نداریم آخه جا نداریم من چند بار من هم باور کنید باور کنید ما جان ندارم کارمند کارمند باور کنید باور کنید ما جان خودشه؟ همون دختره؟ آره همین الان میام چی؟ حالش بده؟ ازش مراقبت کن همین الان رسیدم حالا دیگه پسرم بیشم بر میگرده وقتی فهمیدم حالتون به هم خورده خیلی ناراحت شدم هرچه زودتر خودم رسوندم اونجا خب بگذاریم گفتنی زیاده حالت که الحمدلله خوبه ها؟ در مسیر زندگی آدم خیلی کم شانس میداره آدم زرنگ اونه که شانسای زندگیشو از دست نده شما باید این زندگی رو قبول کنید شما باعث میشید که فرزندم پیشم برگ سلام احمد، حالت چطوره؟ متشکرم خوبی؟ سلام کنم متشکرم سلام چمدونا رو بیار بریم بذارم پدر خیلی دلم براتون تنگ شده بود متشکرم بفرمید بذارم، خوشحالم که برگشت من میرم بالا لباسم عوض بسر چای بیار، یلا درست نمیشه یه کبریت لازم داره ولی ما اوراقش بکنیم آره خوبه دلم هم یه رو این براده دارات کار کنه هر چی بوده به شد معذرت میخوام چه باشه یه باید زبست خراب شده را نمیره اصلا را نمیره میدونیم را نمیره آه اینه اینجا چی کار میکنه ممکنه ببرینش کنار وقتی راه نمیره چیکار کنیم خودتون بفرین بزنینش کنار بله تاله 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 اون چرا با
اسمت تو چی؟ یاری دختره دست کو می دیگه اونم خاطر خواه من شده. آره تو میری عاشق تو شده. بالاخره میکانیک که میخواد ماشین رو درست کنه. حتما این شده بریم صداش کنی. سلام. سلام از سلام از ما. ببخشید شما رو نشناختی ما خیلی شما اینجا چی کار میکنی؟ والا مسافر این قرده خراب شده بله ما گاگای آبادان مسافر میبریم خیلی وقت همین آقا رو نهیدی ببینم شما خبری ازشون نداری خانم چند وقتی که ما اون طرف ها نرفتیم خیلی وقت ازش خبری ندارم خیلی ببخشید ما نمیخواستیم شما رو ناراحت بکنیم بله مام اتفاقا شما یادگار زمان خوشی من است چند روز دیگه عروسی منه اگه شما هم بیان خیلی خوشحال میشم اتفاقا خیلی خوشحال میشیم بله ولی آخه ما مسافر داریم باز بریم مسافرت آره میفهمم خب دیگه وقتتون رو با اجازتون ماشین میذاریم کنار شما بله الان میذاریمش کنار راشنش میکنیم میذاریمش کنار خیالتون شما خدا خریدم و یادت باشه ها خیلی
بابا جون برات نامه اومده. بله بابا. اومدیم شما رو ببینیم، متاسفانه نبودیم. تو تهرون ناهید رو دیدیم، این کارتو به ما داد. ولی ما باید مسافر ببریم شیراز. بهتر دیدیم این کارتو برای تو بذاریم که اگه خواستی بری عروسی اون اطلاع داشته باشی. با چی باید رفت؟ متشکرم، متشکرم. او آقا تشریف آوردن. سلام علیکم. حال سرکار دارم. بفرمایید دیدارم، بفرمایید. خب،
اجازه هست شروع کنی؟ اختیار دارین البته، البته. با کسب اجازه از پدر داماد برابر وکالتی که آقای فرخ شرافت داده اند اجازه فرمایید صیغه عقد جاری شود. اولیا مخدر ناهید خانوم. برابر صداق معین المعلوم مبلغ 500,000 ریال وجه رایج مملکت و یک تاج الماس برابر 1,000 اشرفی مهریه سرکار اولیا مخدره می باشد. باغ شمیران را هم پشت قباله ناهید خانم مرغوم بفرمایید. بسیار میمون و مبارک است. ناهید خانم، آیا با این ترتیب راضی هستید؟ آیا راضی هستید؟ خواهش میکنم جواب بدهید. عرض کردم به ترتیبی که عرض شد راضی هستید؟ به پای هم تکیه میشن. نارا 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 نار